ما سرخط خبرها. ادعای پیروزی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. او میگوید تقلب ها باید تصفیه شود. تأکید ولیعهد عربستان بر اقدام دیپلماتیک برای مهار ایران. بن سلمان میگوید اگر جامعه بین المللی اقدام نکند ارز نفت ممکن است مختل شود. آغاز انتقال پناهجویان از اردوگاه لسبوس یونان. دست کم یک نفر در آتش سوزی جان باخت. لحظات پیش یک نشست خبری برگزار شد که همین الان هم ادامه داره. اعضای شورای ملی مقاومت مشغول توضیح دادن این هستند که از نظر اونها شواهدی است اثبات کننده نقش ایران، نقش مستقیم ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. همکارم امید پارسا نژاد هم اینجاست، همینجا هم این نشست خبری رو دنبال کرده. امید، چه اطلاعات تازه‌ای ارائه شد؟ آیا موضوعی در این کنفرانس خبری گفته شده که ما نمی‌دونستیم؟ اون چیزی که در این کنفرانس خبری ارائه شد در واقع جزئیاتی بود از اینکه نحوه تصمیم‌گیری چطور بوده، از اینکه رهبر ایران اول تصمیم گرفته، بعد در شورای عالی امنیت ملی ایران موضوع مطرح شده و تصویب شده. جزئیاتی شبیه به این که علاوه بر اعضای معمول شورای عالی امنیت ملی، حداقل 4 تا از فرماندهان سپاه که عضو شورا نیستند در این جلسه حضور داشتند، و بعد راجع به این که زمان این جلسه حدود 6 هفته قبل از وقوع حمله بوده، و بعد این که در واقع مراحل تصمیم گیری عملیاتی و تاکتیکی در تهران ابتدا انجام شده، بعد فرماندهان پهپادی و موشکی سپاه اعزام شدن، تعدادشون به خوزستان و در اونجا در امیدیه مستقر شدن و از اونجا این عملات رو انجام دادن. ولی تا این لحظه حداقل شواهدی ارائه نشده، هیچ تصویری، هیچ مدرک و شاهدی مبنی بر اینکه این اطلاعات دقیق و درست هست ارائه نشده، و هنوز البته این جلسه ادامه داره، این کنفرانس خبری ادامه داره، و ما منتظر هستیم ببینیم که چه شواهدی مبنی بر این ماجرا ارائه خواهند کرد. فقط یه نکته رو من باید اضافه کنم اینجا که شورای ملی مقاومت ایران که عضو اصلیش، در واقع بخش اصلیش سازمان مجاهدین خلق هست، طبیعتاً همه میدونیم که یک سازمان سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی هست، و از چند سال پیش که در واقع نبرد مسلحانه رو سازمان مجاهدین خلق کنار گذاشته، مبارزه سیاسی و تبلیغاتی میکنه با جمهوری اسلامی. ولی در حداقل در دو مورد در گذشته در واقع افشاگری هایی کرده این شورا، شورای ملی مقاومت، که بعداً اثبات شده که درست بوده، از جمله تأسیسات نطنز و تأسیسات فوردو در قم. بله. ممنونم از امید پارسا نژاد. اجازه بدید که بریم به همین کنفرانس خبری. سوال و جواب های خبرنگاران شروع شد. مسئول حمله به تأسیسات نفتی در خاورمیانه در خلیج هست و حمله کرده به تأسیسات سعودی و همینطور پهپاد آمریکایی. به اعتقاد شما، به عنوان یک ایرانی آمریکایی، رژیم ایران ما رو به کجا خواهد برد و شما از جامعه جهانی و جامعه خانواده بین المللی چی میخواید؟ قبل از هر چیز، اول در ارتباط با دستور کار رژیم ایران، دلیل همه این اقدامات این که دیدید یک حرکت تهاجمی جدا و استثنایی نبود، یک مجموعه زنجیری از فعالیت‌های تهاجمی و خشن جمهوری اسلامی بوده. در ماه‌های اخیر چندین حمله انجام دادن، چندین اقدام مشابه انجام دادن در منطقه. رژیم به شدت به چنین عملیاتی نیاز داره برای اینکه در داخل ایران، در داخل کشور با مشکل برخورد روبرو هست. مشکل فساد هست، مشکل نارضایتی مردم هست که داره بیشتر و بیشتر میشه. قشرهای مختلفی از جامعه ناراضی هستن و
تنها راهی که اونها برای خروج از این وضعیت پیدا کردن اینه که به بحران‌های اینچنینی متوسل شند و همچنین نیاز دارن که بخشی از فشار بین‌المللی رو کم کنن و یک راه حلی که پیدا کردن اینه که به چنین اقدامات تهاجمی دست بزنن و امیدوار باشن که جامعه جهانی منفعل باشه و قصد تصاویر زنده که می‌بینید از گفتگوی خبری یا نشست خبری علیرضا جعفرزاده است، معاون دبیرکل شورای ملی مقاومت که عمده‌ترین عضو اون سازمان مجاهدین خلق است. آقای جعفرزاده میگه که حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی توسط ایران سازماندهی شده بود. همکارم امید پارسانژاد هم اینجاست. امید، این نشست خبری آیا میتونه تغییر ایجاد بکنه یا تأثیری داشته باشه فراتر از آنچه که الان در مورد زن دست داشتن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرحه؟ ببینید، عربستان سعودی و آمریکا هر دو انگشت اتهام رو به سوی ایران نشانه گرفتن و گفتن که بعضی شواهد در دستشون هست که میتونه این موضوع کار ایران باشه، ولی هیچ کدوم از این شواهد رو علنی تا این لحظه منتشر نکردن. به نظر میاد، به خصوص در روزهای اول به نظر میومد که بیشتر این بر اساس یه جور تحلیل هست، یعنی با این سوال شروع میکردن که چه کسانی ممکنه از این همچه حمله نفع ببرن و بعد چه کسانی توانایی انجامی همچه حمله رو دارن. به همین دلیل حوثی ها در همون ابتدا، قبل از اینکه حتی شواهدی منتشر بشه از اینکه جهت حملات مثلا از شمال یا شمال غرب بوده، گفته شد که کار حوثی ها نمیتونه باشه به دلیل مسافت زیادی که از مرز یمن تا محل تأسیسات آرامکو بود. و بعد وقتی که شواهد دیگری در کنار این آمد، از جمله اینکه مثلا مقامات کویت اعلام کردند که دست کم یک پهپاد شب، همون شب عملیات، همون شبی که این حمله اتفاق افتاد، از محدوده کاخ سلطنتی کویت عبور کرده و بعد بعضی از شهروندان کویتی تصاویر، یعنی در واقع تصاویر که صداهایی رو منتشر کردن و گفتن که همون شب صدای پرواز پهپادهایی رو شنیدن یا موتورهای جت رو شنیدن که اشیایی از فراز کویت عبور کرده. این شواهد در کنار هم این ظن رو تقویت کرد و بعد هم که تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد، از جهت حملات به نظر می اومد که نمیتونسته از جنوب باشه، بنابراین از شمال یا شمال غرب بوده. این مجموعه اینها این توجه ها رو برد به سمت شمال غرب خلیج فارس که میتونست خاک عراق باشه، میتونست خاک ایران باشه. و با توجه به اینکه این حملات با پهپاد و با موشک های کروز انجام شده که اینا میتونن در طول مسیر تغییر جهت بدن، این ابهام به وجود اومده که آیا این موشک ها یا پهپادهایی که از فراز کویت عبور کردن لزوما مستقیما از اون جهت اومدن یا میتونستن بیان و تغییر جهت بدن و بعد از روی کویت عبور کنن. بنابراین مجموعه اینها شواهدی هست که تاکنون علنی اعلام شده مبنی بر اینکه اتهام متوجه ایران هست. هیچ مدرک متقن غیر قابل رد کردنی تا حالا ارائه نشده. ممکنه داشته باشن ولی تا حالا ارائه نکردن. چرا ارائه نکردن؟ ممکنه بعضیا این تحلیل رو مطرح میکنن که اگر چنین مدارکی رسما اعلام بشه، اون وقت در واقع عربستان سعودی و آمریکا در یه موقعیت قرار میگیرن که یا باید پاسخ نظامی بدن به یه همچین حمله ای که عواقب زیادی خواهد داشت و منطقه رو با آشوب و جنگ خواهد کشید، یا اینکه باید با وجود اینکه اثبات کردن که حمله از داخل خاک ایران و توسط ایران انجام شده، دست به حمله متقابل نزنن که از نظر وجهه عمومی براشون زیان بار خواهد بود. ممنونم از امید پارسا نژاد. تصاویر زنده را هم می‌دیدیم از نشست خبری شورای ملی مقاومت. اگر اطلاعات تازه‌ای به دست ما برسه حتما با شما در میان خواهیم گذاشت. اما ولیعهد عربستان سعودی هشدار داده که اگر جامعه بین المللی در برابر ایران قاطعانه نایستد، ممکن است عرضه نفت به بازارهای جهانی مختل شود. محمد بن سلمان این را در پی حمله هوایی اخیر به تأسیسات نفتی کشورش گفته، حمله‌ای که او و قدرت‌های غربی ایران را مسئول آن می‌دانند، اما ایران می‌گوید کار حوثی‌های یمن بوده. بن سلمان گفته همه گزینه‌ها باید در برابر ایران در نظر گرفته شود، اما امیدوار است از اقدام نظامی پرهیز شود. از آن طرف ایران گفته که برای رفع تنش عربستان باید عملیات نظامی در یمن را متوقف کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. تا
تصاویر تازه از حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان. حمله ای حساب شده و دقیق که ایران میگوید مسئولش نیست. همزمان ایران اقدامات نظامی شورشیان حوثی را دفاع از خود تعبیر میکند. ما هم معتقدیم تنها راه خروج آبرومندانه اونها از این مخمصه و این بحران پذیرش آتش بس، قطع حملات به غیر نظامیان و آغاز گفتگوها هست. فکر میکنی انگیزه استراتژیک ایران برای حمله به تأسیسات نفتی آرامکو چه بوده؟ من معتقدم حماقت. هیچ هدف استراتژیکی این کار رو توجیه نمیکنه. فقط یک احمق 5% ارز نفت جهان رو هدف حمله قرار میده. اونها فقط ثابت کردن که احمقن. همین. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگه این یک اقدام جنگی از سوی ایران بوده. بدون شک. بن سلمان در این مصاحبه با CBS هشدار می‌دهد که اگر دنیا به اقدامات ایران واکنش قاطع نشان ندهد، تبعاتش گریبان همه را خواهد گرفت. افزایش بیشتر تنش منافع جهان را به خطر می‌اندازد. عرضه نفت مختل می‌شود و قیمت نفت به اندازه غیر قابل تصوری بالا می‌رود، طوری که ما تا به حال شاهدش نبوده ایم. آقای بن سلمان میگوید امیدوار است مسئله از طریق گفتگو حل شود تا نیاز به گزینه نظامی نباشد، چرا که هر گونه تنش میتواند 30% عرضه نفت و گاز و 4% تولید ناخالص جهانی را به خطر بیندازد. حملات به آرامکو باعث شد تا بیش از نیمی از تولید نفت خام عربستان از مدار تولید خارج و هزینه سنگینی به زیرساخت‌های صنعت انرژی این کشور وارد شود. ولیعهد عربستان از ایران می‌خواهد پشتیبانی از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. اما مسئله ایران در مقابل می‌گوید ریاض باید به آتش بس در یمن پایبند باشد. بله، این خبر درستیه که پیغام‌های رو آورده بودن برای آقای روحانی که سران کشورها که از سوی عربستان این پیام بوده. ما باید علائمش رو کاملا ببینیم. اولین علامتش هم عدم حمله به یمن هست. آتش بسی که البته به شهادت این تصاویر شکسته شده، تصاویری که به نظر می رسد حوثی ها برای نمایش قدرت تهیه کردند و ریاض درباره آنها سکوت کرده. محمد بن سلمان آتش بس در یمن را گامی مثبت در راستای حل سیاسی بحران دانسته، اما به نظر می رسد تار و پود بحران یمن به روابط ایران با امریکا و عربستان تنیده. عربستان که مهمترین پشتیبان خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران بوده، حالا می‌خواهد مقام‌های ایرانی و امریکایی با هم دیدار کنند. اتفاقی که البته در نیویورک رخ نداد و تلاش‌های دیپلماتیک در این جهت ناکام ماند. بسیاری نگرانند که دور شدن از میز مذاکره شرایط را بدتر از گذشته کند. شیدا هوشمندی، BBC. ترکی مالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان هم و به اشاره کرده بود که حمله به تأسیسات عربستان سعودی از طرف ایران انجام شده و اما الان افشین شاهی کارشناس مسائل خاورمیانه از یورک با ما هستند اگر اشتباه نکنم. آقای شاهی، آنچه که الان از طرف عربستان سعودی گفته میشه یک نشست خبری که توسط ترکی مالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان مطرح شد و هم نشستی که شورای ملی مقاومت در آمریکا برگزار کرد، اینها آیا تصویر رو کامل‌تر میکنه؟ همینطور که در پوشش خبری خودتون اشاره شد، هنوز به نظر میاد علی‌رغم اینکه چند هفته از اون حمله گذشته، هنوز بعضی از ابعاد این حمله در حاله ابهام قرار گرفته. اما علی‌رغم اینکه ایالات متحده و عربستان سعودی هنوز شواهدی رو مستقیما ارائه نکردن که ثابت بکنه که ایران مستقیما پشت حملات بوده، تغییر موضع هفته گذشته سه کشور عمده اروپایی، بریتانیا،
آلمان و فرانسه نشون میده که شاید در روزهای اخیر ایالات متحده تونسته در واقع مدارک یا شواهدی به این سه کشور نشون بده که باعث تغییر موضعشون بدن، چون فراموش نکنیم که در دفعات گذشته خصوصا آلمان و فرانسه اختلاف نظرهای خودشون رو صریحا با ایالات متحده مطرح میکردن و میگفتن تا زمانی که شواهد و قرائن جدی وجود نداشته باشه ما نباید در واقع تصمیم گیری بکنیم و قضاوت بکنیم. و این تغییر رویه کشورهای اروپایی نشون میده که بدون شک مدارک محکمه پسندهی وجود داشته در روزهای گذشته که باعث تغییر رویه این سه کشور عمدتا اروپایی داده. باید اصلاح بکنم که آقای شاهی از لیدز با ما صحبت میکنن. این که محمد بن سلمان گفته ما گزینه دیپلماتیک رو ترجیح میدیم، انتخاب این گزینه اختیاری است یا از سر ناچاری؟ بر سر ناچاری آقای موسوی. ببینید لحن آقای بن سلمان از اون مصاحبه تاریخی که ایشون تهدید کردن که میخواد جنگ رو به مرزهای ایران ببره بسیار تغییر کرده. البته خب این چیز جدیدی نیست، عربستان بدون یک ائتلاف نظامی حتی وارد کارزار یمن هم نشد، علارغم اینی که عربستان احساس میکنه که فشارهای جمهوری اسلامی داره روش بیشتر و بیشتر میشه و اقبال آنچنان بالایی هم در یمن نداشته، اما بدون تکفین یک ائتلاف منطقه‌ای یا در شرایط ایدالتر فرامنطقه‌ای نمیتونه هیچ گونه مقابله به مصری بکنه و شرایط فارغ از موزه ایالات متحده در منطقه هم برای عربستان سعودی تا اندازه‌ای تغییر کرده. فراموش نکنیم که در هفته‌های گذشته امارات متحده عربی حتی نسبت به موضع خودش در کارزار یمن هم تجدید نظر کرده و داره میدان رو خالی میکنه و نقش امارات متحده خصوصا در شرایط فعلی بسیار مهم است. فراموش نکنیم که زمانی که آقای پومپو در ریاض بودند بعد از این واقعه اخیر حرف از در واقع یک اقدام بسیار جدی یا حتی نظامی میزنن، ولی به محضی که به ابوظبی رسیدن لحنشون یک مقداری تغییر کرد و حرف از ائتلاف صلح زدن. به نظر میاد که امارات متحده بسیار نگران افزایش تنش در منطقه است و میدونه که اگر که دامنه تنش گسترده تر بشه در منطقه میتونه تبعات بسیار جدی و چشمگیر روی بدنه اقتصادیش بذاره و من فکر میکنم در شرایط فعلی فشارهای امارات متحده عربی برای کاهش تنش هم به شکلی دست عربستان و سعودی رو بسته و عملا من فکر میکنم سخنرانی ایشون و موضع ایشون تا اندازه زیادی اون موضع بر سر ناشاری هست تا اختیار. ممنونم از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ما. اما عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید رأی بالایی کسب کرده و در دور اول پیروز شده. آقای عبدالله تاکید کرد که نتیجه نهایی انتخابات را کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد کرد. او مدعی شد در انتخابات تقلب هم صورت گرفته که باید تصفیه شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ کدام از نامزدها حق اعلام پیروزی ندارند تا زمانی که نتایج انتخابات رسما اعلام شود. دیروز امرالله صالح نامزد پیشنهادی اشرف غنی برای معاون اول ریاست جمهوری هم مدعی شد که تیم آنها 60-70% آرای ریخته شده به صندوق‌ها را کسب کردند. عبدالله عبدالله در نشست خبری اینطور گفت. اجازه بدید که اول بریم با ضیا شهریار خبرنگار ما در کابل همراه بشیم. ضیا اول از تازه ترین ها بگو. به نظر میاد که فضا بسیار متغیر هست و هر لحظه ممکنه که اتفاق تازه‌ای بیفته در افغانستان. بله جمال، همین حالا تیم دولتساز بر رهبری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان یک کنفرانس خبری برگزار کردن. آقای امرالله صالح مشغول صحبت کردن از تازه شروع شده و اونها هم ادعای پیروزی در انتخابات دارن، هرچند ما فرصت نداشتیم که جزئیات بشنویم. اون کنفرانس در فعلا جریان داره، ولی مسلم است که آقای صالح ادعای پیروزی کردن در انتخابات و اینکه ساعت پیش عبدالله دیگر نامزد پیشتاز انتخابات افغانستان در خانهش کنفرانس خبری برگزار کرده بود و او هم گفت که آرای اونها بلند است و به اساس آرایی که دارن انتخابات به دور دو نمیره
و تیم او دولت آینده یا حکومت آینده افغانستان را تشکیل میده. وضعیت همیز فعلا که هر دو تیم ادعای پیروزی دارن و آقای عبدالله تاکید داشت که یک مقدار آرا تقلبی وجود داره که اونا باید تصفیه شود. گزارش را در این مورد ببینیم، برمیگردیم صحبت میکنیم با جزئیات بیشتر. دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله یکی از نامزدان این انتخابات ژست پیروزی به خود گرفته. او میگوید آرای بالا را به دست آورده و در آستانه برنده شدن است. ما در یکی دو روز گذشته مشغول بررسی نتایج بودیم از ولایت کشور و به این نتیجه رسیدیم که رأی بلند داریم الحمدلله. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده انشاءالله. این در حال است که امرالله صالح نامزد معاونت اول اشرف غنی، دیگر نامزد پیشتاز این انتخابات، هم مدعی پیروزی است. عبدالله عبدالله همچنین مدعی شد که در انتخابات دو روز پیش به نفع رقیب او تقلب صورت گرفته و از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواست تا آرای پاک را از آرای ناپاک جدا کنند. آقای عبدالله اما تاکید کرد با وجود آرای تقلبی، آرای تیم او همچنان نسبت به رقیبش بالاست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش گفته هیچ نامزد حق ندارد پیش از بررسی آرا و اعلام کمیسیون ادعای پیروزی کند. امروز همچنین مهلت ثبت شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به پایان رسید و این کمیسیون گفته تا حالا بیشتر از 2500 شکایت درج شده است. زیرا اشاره کردی که امرالله صالح مشغول صحبت کردن هست، موفق شدی که چیزی از اون کنفرانس خبری به دست بیاری؟ متاسفانه هنوز نه، ولی برای برنامه بولتن‌های بعدی امیدوار هستیم بتونیم جزئیات بیشتر در موردش ارائه کنیم. مسلم است که آقای صالح دیروز مفصل در یک مصاحبه گفته بود که تیم اونها پیروز است، 60 تا 70% آرای انتخابات را به دست آورده به اساس محاسبه که اونا کردن، ادعای بزرگ است. ولی با توجه به وضعیت که فعلا در کابل در افغانستان حاکم است، ای ادعای دو تیم انتخاباتی که مهمترین تیم های انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری امسال بودن، یک نوع بوی بحران یا به وجود آمدن بحران در خود داره که نگرانی های زیاد را به وجود آورده که به این ترتیب اینها هر دو ادعای پیروزی دارن. کمیسیون اصلا فرصت تا حال پیدا نکرده که نتایج اعلام بکند، سطح مشارکت به صورت کامل هنوز اعلام نشده و دیگه نامزدها از جمله گلبدین حکمتیار دو روز پیش با در گفتگو با بی بی سی آخر روز انتخابات خود او هم برنده میدانست تا حد و معتقد بود که در انتخابات تقلب زیاد صورت گرفته و حاضر نخواهد بود نتیجه انتخابات را بپذیره. به این ترتیب به نظر میرسه که روند دشوار و پر از مشکلات پیش رو است. ممنونم از ضیاء شهریار، همکارم در کابل با ما. مقام های یونان میگویند انتقال پناهجویان از اردوگاه موریا در جزیره لسبوس را شروع کردند. تا کنون مرگ یک زن در آتش سوزی در این اردوگاه تایید شده. اردوگاهی که ظرفیتش 3000 نفر است، ولی حدود 12000 پناهجو از کشورهای نظیر سوریه، ایران و افغانستان در آن زندگی میکنند. بهرنگ تاجدین گزارش میدهد. با پوزش به دلیل مشکل فنی که پیش اومد، همین الان گزارش در مورد وضعیت پناهنده ها در یونان و آتش سوزی در یکی از کمپ های اونها رو داریم. آتش سوزی کمپ موریا جزیره لسبوس، تمام کانکس ها و چادر ها دارن می سوزن. این خانه سیاه هست. یک شنبه آتش به جان کانتینرهای کشتیرانی افتاد که اینجا خانه موقت پناهجویان شده. وقتی آتش نشانی رسید دیگر خیلی دیر شده بود. بدان این کم برسید.
کم از همه کمپا بدتره. اردوگاهی که ساکنانش 4 برابر ظرفیتش است. 2 ساعت داره کانکت میسوزه اون داخل. با فروکش کردن آتش ظاهرا جسد یک نفر را از میان کانتینرهای سوخته بیرون میآورند. خشم پناهجویان بالا میگیرد. پلیس با گاز اشکاور به جنگشان میرود. غم سوختن خانه و مرگ همسایه کم بود، حالا باید از پلیس هم فرار کنند. بسیاری از آنها از سوریه، ایران، عراق و افغانستان به اینجا پناه آوردند. مردم دارن میمیرن. تو رو خدا بذاریم مردم برن یه کشور دیگه. اگه برن مشکلی نیست و این اتفاقا نمیفته. اینجا تا چند ساعت پیش چند خانه بود، ولی حالا انگار دود شدند و رفتند هوا. روز بعد دولت یونان تصمیم گرفت برای کاهش ازدحام بعضی از ساکنان را به اردوگاه‌هایی در خارج از جزیره لسبوس منتقل کند. ظهر امروز قرار است 250 نفر موریا را به مقصد سرزمین اصلی یونان ترک کنند. با وجود اینها پناهجویان همچنان تلاش می‌کنند با قایق خودشان را از ترکیه به اینجا برسانند. همان شب گارد ساحلی یک قایق دیگر را نجات می‌دهد. یکیشان نوزادی است که تنها 3 هفته است به دنیا آمده. زندگی پناهجویی دشوار است، دست کم در این جزیره. بهرنگ تاجدین، BBC. امروز در پاریس مراسم یادبود ژاک شیراک برگزار شد، رئیس جمهوری پیشین فرانسه که پنجشنبه در سن 86 سالگی درگذشت. او یکی از محبوب ترین رؤسای جمهوری فرانسه در دوران معاصر بود، محبوبیتی که حتی رسوایی های مالی هم چندان از آن کم نکرد. یکی از دلایل محبوبیت او موضع سرسختانش در برابر حمله 16 سال پیش آمریکا و متحدانش به عراق بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و شماری از رهبران کنونی و پیشین جهان در مراسم یادبود او شرکت کردند. این برنامه خبری رو با گزیده ای از این مراسم به پایان می‌بریم. سپاس از همراهی شما، با ما بمونید.